استثناها همیشه در برابر قاعده ها قرار دارند. اما همه استثناها به یک مقدار ارج و ارزش ندارند. استثناهایی هستند که در برابر قاعده های ضد تکاملی میستند و به خاطر نقض قاعده معمول محبوب و مطلوب همگان میشوند. سلام. بذارید در معرفی این استثنای برنامه امروزمون به یک سوال پاسخ بدیم. خطرناکترین تحمیلات بر یک جامعه چیه؟ محدودیت های پلیسی، حکومت نظامی، اختناق مطلق فاشیستی؟ اگر این سوال برای مردم برخی کشورها نیاز به فکر داشته باشه، اما مردم ما امروز به راحتی به این سوال پاسخ میدن، چون خطرناکترین تحمیلات رو 30 ساله که تجربه دارن. و مقاومت ایران هم سال هاست که با همین تحمیل می جنگه. اما یک گلوی فریادگر هم بود که در کنار پیشتازان جامعه از همون روزهای نخست به صراحت این خطرناکترین تحمیل رو اعلام کرد. این هدف این پیامبر، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده. این رسالت پیامبر شما بود. ما هم باید دنبال همین رسالت بیم. این شهدای ما هم دنبال همین رسالت بیم. در مقابل فرهنگ تحمیل، در برابر اقتصاد تحمیل، در برابر قوانین تحمیل، در برابر محدودیت‌های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل که از همه خطرناک‌تر، یعنی اون چرا که احبار، رهبان و همکاری اونها با طبقات ممتازه بر مردم تحمیل کرده بودن به نام. این خطرناکترین تحمیلات، یعنی اون چه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندن و مردم رو از حرکت حیاتی باز دارن، حق اعتراض به کسی ندهند، حق انتقاد ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان‌ها و مردم آزاده دنیا ندهند. مقاومت ایران از او با عنوان پدر طالقان یاد می‌کنه. این چهره پیر و مهربان عنوان‌های دیگری هم داره که مهمترینش روح راستین انقلاب ضد سلطنتی است. ما از خلال نگاهی به زندگی این پدر به بسیاری از حقایق راجع به انقلاب ضد سلطنتی می‌رسیم و شاید به این حقیقت هم برسیم که کی صاحب اصلی اون انقلاب بود و کی سارق اون شد، به اینکه آیا افکار جامعه ایران هیچ همگونی با حاکمان فریش داره یا نه. آیت الله سید محمود طالقانی در جوانی با تشویق پدرش به تحصیل علوم مذهبی پرداخت و بعد از اتمام تحصیلاتش در مدرسه سپه سالار به تدریس علوم دینی مشغول شد. پس از شهریور 1320 با تشکیل گروه‌های گوناگون سیاسی پا به میدان سیاست گذاشت. او در حمایت از نهضت ملی دکتر مصدق و مخالفت با مواضع مرتجعانی مثل کاشانی فعالیت میکرد و پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 فعالیت های او در تجلیل از مصدق و شهدای سی تیر استمرار یافت. در سال 1336 رژیم شاه طالقانی را به خاطر فعالیت هایش علیه رژیم کودتا دستگیر و مدت یک سال زندانی کرد.
یک ویژگی آیت الله طالقانی تفاوت روحیه و اخلاق و کردار او با آخوندهای مرتجع بود. او خیلی زود خودش رو از حوزه های آخوندی که غالبا دین رو به دکانی تبدیل کرده بودند و می کنند بیرون کشید و با حمایت از دکتر مصدق از ارتجاع فاصله گرفت. آقای طالقانی در محیط مبارزه و جوانهای آگاه و مبارز تنفس کرد. من خودم اولین بار در سال 39 ایشون رو با سخنرانی هاشون در مسجد هدایت شناختم. ایشون خیلی به روشنی و بدون ترس به رفتارهای ارتجایی، به روحیه انگلی و فریبکارانه‌ای که شیوه بسیاری از آخوندها بود اعتراض میکرد. صداقت و تقوای انقلابی طالقانی در پیگیری برای شناخت قرآن همراه با دردمندی او برای پیدا کردن درمان درد دستی جامعه که ظلم و دیکتاتوری بود و حضورش در صحنه رویارویی با دیکتاتوری او را به شناخت جدیدی از قرآن راهنمایی کرد و او مسجد محل سخنرانی خود را به مرکزی علیه دیکتاتوری تبدیل کرد. سال 1339 بود. اون موقع پدر طالقانی رو آسد محمود خطاب میکردن توی مسجد هدایت، مسجد هدایت تهران، تو خیابون استانبول که اون موقع مرکز تهران بود. شبهای جمعه و برخی شبهای طول هفته آقا تفسیر قرآن داشت، تفسیر میگفت و سخنرانی میکرد. یه شب جمعه که هلوهوش سوم اسفند بود، حالا فکر کنم مثلا فرداش سوم اسفند میشد، تو تفسیر یک آیه اشاره کرد به کودتای سوم اسفند رضاخان و از ظلم و بیدادی که اون به این مملکت آورده بود حرف زد. همون روز خبر اومده بود که دانشجویان در دانشگاه تهران به ماشین دکتر اقبال، اون موقع فکر کنم دیگه نخست وزیر نبود چون یا رئیس دانشگاه، به ماشین اقبال حمله کردن و اونو آتیش زدن و مامورین امنیتی منوچهر اقبال رو فراری داده بودن. از مضمون حرفهای پدر این یادم هست که به شاه و عواملش میگفت شما جرأت ندارید به میان مردم برید، همین که برید دانشجویان به شما حمله میکنن، ماشینتان را آتش میزنن. اگر شما طرفدار مردم هستید و حزب مردم درست کرده اید و فلان، چرا بین مردم با اسکورت میرید؟ سخنرانی های دردمندانه و اندیشه های ترقی خواهانه و خصایل مردمی طالقانی و نزدیکی او به جوانان مبارز و آگاه میهن که در فکر چاره جامعه خفقان زده بودند، طالقانی را به شخصیتی محبوب در میان مردم تبدیل کرد. مجاهد شهید احمد رضایی، اولین شهید سازمان مجاهدین، یکی از جوانانی بود که مبارزه سیاسی را از سالهای آخر دهه 30 آغاز کرده بود و پدر طالقانی به او علاقه بسیار داشت. بله، درباره آقای طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی صحبت هست. از جمله چیزهایی که میتونم در این رابطه بگم، رابطه بنیانگذاران سازمان، بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد و سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان با پدر طالقانی است. خب این رابطه در سال 39 شکل گرفت، زمانی که بنیانگذاران به مسجد هدایت می رفتند. ولی وقتی که اینها در نهضت آزادی رفتند، این رابطه خیلی نزدیکتر شد و پدر طالقانی با اندیشه های این انقلابین بزرگ
هرچی بیشتر آشنا شد و از همون تاریخ هم به قرآن به عنوان کتاب راهنمای عمل، اون هم برای رهایی جامعه از زنجیرهای طبقاتی و استثماری توجه بیشتری پیدا کرد. طالقانی به جای شناخت دین از خلال آموخته های حوزه های دینی، اتکای خود را بر شناخت قرآن قرار داد. خود او هم بعدها این را به روشنی بیان کرد. من یک شاگرد کوچک مکتب قرآن و معلم قرآنم. اساساً زاویه نگاه آقای طالقانی به اسلام و قرآن با آخوندها تفاوت اساسی می‌کرد. ایشون از اولین روحانیونی بودند که شروع کردند به برخورد علمی با اسلام. این بحثی بود که از حوزه‌های ارتجایی در نمی‌آمد. دید تازه داشتن به اسلام، یعنی همون کاری که توسط مجاهدین بعدها زدودن غبار از چهره دین نامیده شد. جوانای اون زمان، دانشجوها، دانش آموزا له له می‌زدن، پول‌هاشون رو جمع می‌کردن که یک دوره کتاب پرتوی از قرآن آقای طالقانی رو بخرند و بخونند. نگاه تازه‌ای به اسلام در این کتاب بود. با تفسیرهای قبلی تفاوت زیادی داشت. پرفروش‌ترین تفسیر قرآن بود و نقش به سزایی در جذب قشر روشنبین اون دوره به مبارزه و اسلام داشت. پدر طالقانی در خطابه‌های خود به ستیز با استبداد توجه می‌داد. به دنبال اوجگیری مبارزات مردم برای کسب آزادی در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40، شاه برای حفظ قدرت و برای جلوگیری از فوران خشم مردم به یک اصلاحات فرمایشی دست زد. طالقانی با فرارسیدن رفراندوم موسوم به انقلاب سفید شاه، خطابه‌های خود را به محکومیت این نمایش اختصاص داد. او همدستی ملایانی همچون آخوند محمد تقی فلسفی را با شاه و سابقه همکاری او با کاشانی و کودتاچیان 28 مرداد 32 را نکوهش می‌کرد. یکی از روزهای قبل از 6 بهمن سال 1341 بود که تظاهراتی شده بود علیه شاه. ما رفتیم مسجد هدایت که دیدیم دور تا دور مسجد رو پلیس محاصره کرده و از وارد شدن ممانعت می‌کنه. همون روز آسد محمود طالقانی رو همراه با سران جبهه ملی اون موقع که اون زمان جبهه ملی دوم نامیده می‌شد دستگیر کرده بودن. جالب این بود که آخوند بهبهانی، آخوند خانساری و آخوند فلسفی هیچ کدومشون دستگیر نشده بودن. به همین قضیه به مشکوک بودن قضیه بیشتر سهه میگذاشت. دیگه هیچ خبری از آقا نداشتیم تا یک سال بعد که خبر اومد محاکمه آقای طالقانی شروع شد. این جریان، یعنی شروع محاکمه آقا، در اوائل سال تحصیلی مهر یا آبان 1342 بود که تقریبا یک یا دو ماه بعدش خبر اومد که محاکمه سران نهضت آزادی از جمله طالقانی در پادگان اشتتاباد شروع شده و رأی صادره حاکی از 10 سال زندان برای آقای طالقانی. دومین دیدار من با پدر طالقانی تو زندان بود، تقریبا 3-4 سال بعد، سال فکر میکنم حدود سال 46 بود، 1346 بود، در زندان قصر تهران. از محلی که من بودم، اون زندانی که من بودم، که اون موقع میگفتن که شماره 3 سیاسی، اون موقع
میخواستیم بریم به بهداری برای مداوا. یه مقداری که از زندان خودمون همراه مامورین و اینا اومدیم بیرون، یهو من دیدم که پدر طالقانی از مقابل داره میاد. دیگه به قول معروف مثل این که دنیا رو به من داده باشن، حالا بدون این که حالا اینجا ممنوعه باید اجازه بگیریم، پاسبان و افسر و اینا و زندانی سیاسی حق نداره که تماس بگیره اینا، رفتم پیش پدر طالقانی رو، پدر طالقانی رو بغل کردم و بوسیدم. بعد یهو صدای اون افسری که همراه ما بود در اومد که آقا چی کار دارید میکنید، ممنوعه فلان اینا. پدر وارد شد، یهو گفتش که آره آره نباید این کارو بکنید، الان کودتا میشه، الان کودتا میشه. با این حرفی که زد در حقیقت اون افسر رو خل سلاح کرد، اون دیگه جرئت نکرد دیگه بیشتر از این چیزی بگه. در حقیقت با همین برخوردی که پدر طالقانی کرد هم ما رو نجات داد، هم ما به فیضی رسیده بودیم. کلی برام غنیمت بود که داخل زندان دیدن پدر طالقانی خلاصه یک دنیا ارزش داشت. این دومین دیدار ما بود که البته تصادفی بود، چند لحظه بیشتر نبود، ولی خب الان نزدیک 40 50 سال که میگذره خیلی زنده و برای من حتی به یاد آوردنش هم خوشحال کننده است. اسارت پدر طالقانی بیش از 4 سال طول نکشید و پدر طالقانی در سال 1346 از زندان آزاد شد. در جریان آموزش‌ها و بحث‌های تشکیلاتی که داشتیم، در یک مقطعی شهید بزرگوار سعید محسن مسئولیت آموزش ما رو داشت. در حین این آموزش‌ها یکی از نکاتی رو که عنوان کرد این بود که گفت ما بعد از اینکه پدر طالقانی از زندان آزاد شد با بنیانگذاران سازمان یعنی محمد حنیف نژاد و علی اصغر بدیزادگان به دیدن پدر به منظر ایشون رفتیم. و بعدم این در چه سالی بود؟ سال 47. بعد هم ما تمام دوزوات و آنچه که تهیه کرده بودیم از بعد تأسیس سازمان یعنی سال 44 تا 47 همه رو به خودمون همراه بود. سعید میگفتش که وقتی پدر این کارها رو دید خیلی منقلب شد، متحیر بود و عشق در حالی که عشق در چشاش جاری شده بود و جمع شده بود میگفت من هرگز فکر نمی کردم که بعد از دستگیری ما دیگه حرکتی باقی بمونه. بعد سعید محسن اضافه کرد که پدر از کارهای تئوریک سازمان چه در زمینه های ایدئولوژیک، اقتصادی، تشکیلاتی، سیاسی و جنبندی هایی که از تاریخ مبارزات از مشروطه تا امروز کرده بودیم همین حال که مطلع شد خیلی به وجد اومد و گفت که من افتخار میکنم که عضو سازمان مجاهدین باشم و گفتش که من کتاب مالکیت اسلام رو نوشتم که راجع به مسائل اقتصادیه و با این بحثی که شما بیان کردین متوجه میشم که خیلی باید تصحیح بشه و تکمیل بشه. این تصحیحات رو به شما واگذار میکنم و شما این تصحیحات رو بکنید، تکمیل کنید، چاپ کنید به نام من. تا این حد اعتماد کرد و واقعا به عنوان یک عضو برخورد کرد. سعید محسن شهید بزرگوار میگفتش که این بزرگترین پیروزی ما در پهنه اجتماعی و سیاسی بود و اضافه کرد که ما دو فتح بزرگ و دو پیروزی واقعا عظیم در داخل کشور و دیگری در خارج کشور داشتیم. در داخل همین جذب و جلب پدر طالقانی که این فتح بزرگی بود، چون پدر طالقانی سنگر عظیمی در حمایت از سازمان مجاهدین بود که بعدها دیدیم. و دیگری هم ابو عمار ناصر عرفات بود که گفت من سازمان مجاهدین شما، سازمان شما رو
به عنوان یک سازمان انقلابی به رسمیت بشناسد. از آن پس پدر طالقانی پس از اطلاع از وجود سازمانی که با درک نو از قرآن و اسلام حقیقی به مبارزه می پردازد، به حمایت از مجاهدین و مبارزه انقلابی مسلحانه برخاست. بله، این فتح بزرگی که گفتیم خودش رو در جاهای مختلف نشون داد، از جمله در سفر تعدادی از مجاهدین به فلسطین، وقتی که 6 تن از برادرانمون دستگیر شدن و در عراق به زندان افتادن. پدر طالقانی نامه نوشت برای خمینی که اون موقع خمینی در عراق بود. به خمینی نوشت که این جوانان مسلمان دستگیر شدن، من اونها رو می‌شناسم، شما اونجا به اطلاع مقامات عراقی برسونید تا شک اونها برطرف بشه. خب میدونید که عراق شک داشت و برادران ما رو دستگیر کرده بود و شکنجه های زیادی هم کرده بود، چون مشکوک بود و فکر میاد که مثلا اینا جاسوس های رژیم شاه باشن. که آقای طالقانی این نامه رو برای خمینی نوشت که خمینی این کارو بکنه، اما خمینی آگاهانه و آمدانه قبول نکرد. به گفت نمی کنم و نهایتا ما مجبور شدیم از طریق یاسر عرفات ابو عمار کمک بگیریم و او پادرمیونی کرد و معرفی کرد و این مسئله حل شد. پدر طالقانی با خلوص و بزرگواری و با آوردن تمثیل قرآنی درباره جوانمردان اصحاب کهف و تشبیه مجاهدین به آنها به خمینی نوشته بود: وظیفت این است که به حمایت مجاهدین بیایی. بعدها پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، خمینی در سخنرانی 4 تیر ماه سال 59 به پدر طالقانی طعنه زد که توسط مجاهدین اغفال شده و گفت: به من کاغذ نوشته بودند که اینها انهم فتیتون قضیه اصحاب کهف هستند. چنین در تمامی سالهای اختناق آریامهری، طالقانی پشتیبان انقلابیون شد و کانون سخنرانی او مسجد هدایت به کانون آگاهی، ارتباط و انتشار اخبار مبارزه با دیکتاتوری تبدیل شد. بعد از شهریور 1350 که اون ضربه بزرگ به سازمان وارد اومده بود و تعداد زیادی از اعضای مرکزیت و بسیاری از کادرهای سازمان دستگیر شده بودند، ماه رمضان اون سال در مهر ماه بود تا اونجایی که یادم هست، و در مهر ماه هم ادامه دستگیری ها بود که خب خود ما هم تیمی که بودیم بر اثر دستگیری های مهر ماه رابطه‌مون قطع شده بود و فضای بسیار سختی برای کسایی که میشناختیم اون موقع با هم بودیم وجود داشت و در صدد وصل رابطه بودیم. در ماه رمضان رسیدیم به شب احیا، شب 19 ماه رمضان بود که من به یاد سالهای گذشته که در مسجد هدایت می رفتیم پای صحبت پدر طالقانی و اونجا خب میعادگاه همه مجاهدین بود، بسیاری از مسئولین سازمان، بسیاری از اعضای مرکزیت سازمان، بنیانگذاران حتی اونجا همیشه حضور داشتن در ماه رمضان و یا عید فطر. به خاطر میارم میآوردم که سال قبلش، سال 49، در همین شبهای احیا یادم می اومد که مثلا مجاهد شهید محمود عسکری زاده رو اونجا دیده بودم
و شماره دیگه از مجاهدین رو با همین حال و هوا و افکار و تو اون شرایط سخت و دشواری که بود، من رفتم به مسجد هدایت شب 19 ماه مبارک رمضان در سال 1350 که در مهر ماه بود. مسجد پر بود، همه نشسته بودند، افرادی از اقشار مختلف در سنین مختلف. بعد در ادامه رسید به اینجا که در شب 19 ماه رمضان، در همون شبی که امیرالمومنین توسط ابن ملجم در فجر 19 ماه رمضان ضربت خورد، شبش ماموران اداره شهر کوفه اومدن خدمت حضرت علی امیرالمومنین و گفتند که یک شخص مشکوکی حوالی غروب وارد شهر شده و اجازه خواستند که این شخص رو بگیرن، بازجویی کنن و تحقیقات کنن ببینن که کی هست. حضرت علی پرسید که این شخص اقدامی هم کرده، کار خاصی کرده؟ گفتن نه. گفت پس حق ندارید مزاحمش بشید. آقای طالقانی ادامه داد که ساعتی بعد این مامورین دوباره اومدن، گفتن که ما متوجه شدیم که این شخص سلاح حمل میکنه، زیر عبا سلاح داره و به نظر ما کاملا مشکوکه، اجازه بدید که ما این رو بررسی کنیم، بگیریم ازش سوالاتی بکنیم. مجدداً امیرالمومنین پرسید که آیا اقدامی هم کرده؟ گفتن خیر. گفت پس به هیچ وجه حق ندارید دستگیرش کنید یا اقدامی علیهش کنید. یکی دو ساعت بعد دوباره اومدن پیش امیرالمومنین و گفتن که این شخص رفته در مسجد خوابیده، این کار هم مشکوکه و اجازه بفرمایید که ما این رو یک بررسی بکنیم، بازجویی بکنیم. حضرت علی مجدداً پرسید که آیا اقدامی کرده؟ گفتن خیر. گفت به هیچ وجه. خب این شخص ابن ملجم بود که چند ساعت بعد اون ضربه رذیلانه رو بر فرق حضرت علی امیرالمومنین وارد بود. با این حال حضرت علی اجازه نمیداد که مزاحم اون بشن. آقای طالقانی وقتی صحبت به اینجا رسید به ناگاه گفت که اینها که هنوز اقدامی نکرده بودن که شما اینجور دستگیرشون کردید، مگه چه خبره؟ هنوز دست به کاری نزده بودن. دنیا مگه میفهمه؟ این بود علی، اگر علی رو میگویید این بود، چه کاری بوده که شما کردید؟ مگه اینا اقدامی کرده بودن؟ یک باره تمام مسجد، بغض مسجد مترکید، همه شروع به گریه کردن و من هم که اونجا نشسته بودم و تو همون حال و هوای گذشته، خود به خود همراه با این مسجد شروع به گریه و احساس بسیار عجیب و غریب بود. یعنی این اقدامی بود که آقای طالقانی تو اون شرایط کرد، با این بیان اعتراض خودش رو به دستگیری اعضا و مسئولین مجاهدین در شهریور 50 که هنوز حدود 1.5 ماه بیشتر نگذشته بود کرد و تمام فضای مسجد یک پارچه. یعنی در اون لحظه آدم متوجه می شد که همه اونهایی که اونجا نشستن نگران و دلنگران دستگیری ها بودن، همه در جهت و همه یک پارچه نسبت به این موضوع واکنش داشتن و با اون گریستن خودشون رابطه خودشون رو با مجاهدین نشون دادن و بیان کردن. این شجاعت و این رویاروی پدر طالقانی هیچگاه از ذهن من محو نمی‌شه. در سالهای دهه 50 که سازمانهای مبارز مثل مجاهدین علنی شدند و اعلامیه های عملیات سازمان مجاهدین منتشر می شد، مسجد هدایت یکی از مهمترین مراکزی بود که جوانان مبارز اعلامیه ها را در بین مردم منتشر می کردند. اما یادم میاد سال 1351 شب 21 ماه رمضان، شب احیا، ما با تعداد از دانشجویان رفتیم مسجد هدایت، اونجا مسجد آیت الله طالقانی و معروف بود، برای برگزاری مراسم احیا. تمام مدت مراسم احیا سخنرانی آیت الله طالقانی فقط حول و حوش
مسئله شهادت مجاهدین بود و اشارش به شهدای بنیانگذار بود و بسیار انگیزاننده بود برای ما که تازه اومده بودیم تو خط سیاسی و آشنا شدیم. برای اولین بار اسم رهبری مجاهدین رو ما اونجا باش آشنا شدیم و به هر حال نقطه شروع بسیار خوبی برای ما بود. در سجیل کون در بلند آب در همه وسط شهر بشنوم خروشتان بشنوم خروشتان. در آستانه سال 1350 همزمان با برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، پدر طالقانی دستگیر و به مدت 3 سال به زابل و 18 ماه به بافت کرمان تبعید شد و در بدترین شرایط به سر برد. پدر طالقانی در سال 1354 بعد از ضربه اپورتونیست‌های چپنما به مجاهدین در ارتباط با سازمان مجدداً به دست ساواک گرفتار شد و به 10 سال زندان محکوم گردید. او در زندان در حمایت از مجاهدین و مبارزه انقلابی مسلحانه مرزبندی روشن و قاطعی با آخوندهای مرتجع داشت و حمایت از اونها رو در مقابل کودتای اپورتونیست های چند دما همواره ابراز کرد. رفسنجانی و بقیه آخوندهایی که همراه هم بودن با استفاده از ضربه اپورتونیستی اون فتوای ارتجاعی رو علیه سازمان دادند و تلاش میکردند که با فشار آوردن با پدر طالقانی اون رو هم وادار به موضع گیری علیه سازمان بکنن. ساواک هم تو این جریان پشت اونا بود و مستمرن پدر طالقانی رو تحت فشار قرار میداد. بله، من در زندان با آقای طالقانی همبند بودم. ایشون صبح و بعد از ظهر که به اصطلاح هواخوری بود وقتی میامد بیرون اول میامد پشت پنجره اتاق ما احوال پرسی میکرد، سلام علیک میکرد و بعدم میرفت و قدم میزد. آقای طالقانی در اوج ضربه پورتنسی همواره هوای مجاهدین رو داشت و اونجا مشخصا میامد به ما سر میزد، در حالی که آخونده دیگه مثل مهدوی کنی و رفسنجانی که در همون بند بودن اینها اصرار داشتن و سعی داشتن که کمون ما رو بایکوت بکنن و مانع تماس بقیه با ما بشن. یک سری مرتجعان هم مثل لاجوردی و رفیق دوست اینها بودن که به طور واقعی تمام تلاششون در زندان این بود که کمون مجاهدین رو بایکوت بکنن و سعی میکنن که کسی با ما ارتباط نگیره و آیت الله طالقانی برای شکستن چنین وضعیتی مشخصا میامد و با ما رابطه برقرار میکرد. پدر طالقانی از یک سو از ضربه اپورتونیستی بسیار ناراحت بود و از طرف دیگر زیر فشار آخوندهای ارتجایی و تسلیم شده به ساواک بود که میخواستند او را با خود همراه کنند، ولی او پاکتر و مبارزتر از این بود که به دام رفسنجانی و امثال هم بیفتد. بنابراین همیشه تک و تنها قدم میزد و هیچ وقت خود را با آنها همراه نمیکرد. پدر طالقانی در سال 56 از زندان آزاد شد. با آزادی آقای طالقانی مرحله‌ای حساس و خطیر در زندگیش آغاز شد، مرحله‌ای که او مرز خود را با آخوندهای مرتجع به روشنی ترسیم کرد، دوره‌ای که او در مقابل هیولای دیکتاتوری مذهبی و خصومتی که خمینی و ابان انصارش علیه مردم ایران و فرزندان مجاهدشان ابراز می‌کردند به دفاع برخاست. آزادی طالقانی از زندان پشتگرمی بسیاری به مردم داد، به نحوی که امواج قیام پرشورتر شد و مردم با دلگرمی بیشتری تظاهرات را پیش می بردند. خانه آقای طالقانی نیز مرکزی از انقلاب شد.
روزای انقلاب بعد از 17 شهریور 57 در حالی که آخوندها به خصوص خمینی هیچ موضعی نمی گرفتند و حتی آخوندهای مرتجه مثل بهشتی و مفتح مرتجه مانع تظاهرات می شدند، این طالقانی بود که با حضور فعال خودش در تظاهرات فضای ترس و بیم رو تو هم شکست. مهمترین تظاهرات قبل از انقلاب به خصوص در تاسو عاشورای 56 با شرکت فعال خودش مردم رو به جوش و خروش آورد. از جمله دیگه تظاهراتی بود که از جلوی خونه شکل گرفت که اونجا هم با حضور خودش مردم رو به جوش و خروش در آورد. یکی از صحنه‌های فراموش نشدنی و تاریخی و به یاد موندنی که از آقای طالقانی دارم و خیلی ها که تو اون صحنه بودن حتما به خاطر دارن، برخورد آقای طالقانی با برادر مسعود وقتی بود که برادر مسعود از زندان آزاد شد. برادر طالقانی که تو اون روزگار نفر اول انقلاب ضد سلطنتی در داخل کشور بود، چون خمینی که خارج بود، ولی این پدر بزرگوار برای دیدار با مسعود به خانه مادر رضایی ها که محل استقرار برادر بود اومدند و از برادر دیدار کردند. و این دیدار هم من کاری ندارم که اولا که خیلی طولانی بود و خیلی مطالب گفتند که واقعا به لازم محتوایی کم نظیر بود، ولی نفس این که نفر یک انقلاب ضد سلطنتی به دیدار برادر، این تواضع، این فروتنی و این قدرشناسی از یک انقلابی که واقعا در درون زندان در تمام طول زندانش ایستادگی کرد و از عهدی که با خدا و مردم داشت دفاع کرد و اون این وابست این ایستادگی بود و این استقامتی بود که برادر مسعود داشت در زندان و آقای طالقانی در اوج فروتنی و تواضع به دیدارش بود. در مقابل این شکنجه چی ها و بازجوه هایی که خودتون میشناسید و دیدید از نزدیک، وقتی قسم مجاهدین مرده میشود اعصاب اینها به هم میرسید و کنترلشون رو از دست میدادن. این دلیل بر قدرت عقیده و ایمان رو هم از اسم مسعود رجبی وحشت داشتن، از اسم خیابانی وحشت. پدر طالقانی با پیروزی انقلاب و شروع انحصار طلبی های خمینی و حزب جمهوری به شدت تحت فشار ارتجاع قرار گرفت. از یک طرف انحصار طلبی های آخوندهای مرتجع روحش رو می آزرد و سوی دیگه خمینی و سایر همدستانش از او انتظار تایید مواضع ارتجاعیشون رو داشتند. اما پدر با شناخت عمیقی که از ارتجاع داشت در برابر ارتجاع ایستاد و همین باعث محبوبیت شدید او شد. هنگامی که در 14 اسفند 57 پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جمعیت عظیمی راهی احمدآباد شدند تا به مناسبت سالگرد درگذشت پیشوای نهضت ملی ایران نسبت به او ادای احترام کنند، پدر طالقانی و مسعود رجوی در آن اجتماع در بزرگداشت مصدق کبیر سخن گفتند. خمینی به شدت گزیده شده و کینه‌توزی و حسادتش برانگیخته شده بود. او مراسم یاد شده را میتینگ راه انداختن برای هر استخوانی توصیف کرد. Thank you.
در اوایل انقلاب اسناد و مدارکی رو که از کمیته مشترک ساواک و سایر مراکز دیگه ساواک جمع‌آوری می‌کردن می‌آوردن در یک اتاقی در طبقه دوم مدرسه علوی که خمینی اونجا محل استقرارش بود و در اون اتاق دار نگهداری می‌کردن و همه هم‌مقامش هم بود که هر چه سریع‌تر و کامل‌ترین اسناد رو در اونجا جمع‌آوری بکنه. آخوندها اکیپ‌هایی رو سازماندهی کرده بودن که اینا می‌رفتن تو مراکز مختلف و این ملاتا رو و این اسناد و مدارک رو جمع می‌کردن و می‌آوردن در این اتاق. خاطرم هست که یه بار از اونها سوال کردم که علت این که اینقدر حساسیت نشون داده میشه سر این مسئله چیه، که گفتن اینها اسناد و مدارکی است که میتونه اگر دست مخالفین بیفته برده سوء استفاده قرار بگیره. مسئول این اتاق آخوندی بود به نام ربانی شیرازی که حتما میشناسید، بعدا تو تصادف کشته شد و به شدت ضد انقلابیون مجاهد بود. خیلی روی این اسناد کنترل داشت، کلید دست خودش بود و حواسش بود که سندی از این اتاق خارج نشه. یک بار خاطرم هست که دیوش مراجعه کردن گفتن این میزان اسناد از کمیته مشترک رفته، که سوال کرد که کی برده، گفتن که افراد و گروه نفراتی که توسط پدر طالقانی فرستاده شدن این مدارک رو بردن و بردن خونه پدر طالقانی، که فراموش نمی کنم در لحظه همونجا با فریاد با کلماتی که شایسته خودش بود خطاب و علیه پدر طالقانی کلماتی رو به کار بود که بسیار زشت بود و نشون دهنده غیظش نسبت به پدر و ترس و وحشتش از اینکه سندها و اسنادی از عرض کنم که ارتباطات و بریدگی ها و تسلیم هایی که همون آخوند و همپالیگی هاش در ساواک رژیم شاه داشتن رو بشه و در وحشت از این و در غیظی که از پدر طالقانی داشت در لحظه برگشت و پرخاش عجیبی کرد و کلماتی رو به کار بود که شایسته خودش بود و نشون داد که این جمع‌آوری اسناد و مدارک علتش چیه و در چه رابطه‌ایه و از چی میترسن و طبعا اونا از چیزی که میترسیدند اون چیزی که اتفاقا درست در مقابلش پدر بود در ایستادگی مقاومت و پاکیش در مبارزه علیه رژیم ددمنش شاه. پدر طالقانی با صراحت هشدار میداد که استبداد زیر پرده دین خطرناکترین نوع استبداد است. او میدید که آخوندهای دین فروش با استقرار یک دیکتاتوری مذهبی و با حذف و سرکوبی پیشتازان واقعی انقلاب پایمال کردن آزادیهای مردم را تدارک می‌بینند. او در مجلس خبرگان نیز با حرکات و رفتار خود به ارتجاع اعتراض می‌کرد. از جمله به نشانه مخالفت در جلسات خبرگان بر روی زمین می‌نشست و به عصایش تکیه می‌داد. گویی به سرنوشت مردم ایران و اینکه این مجلس چه به روزشان خواهد آورد می‌اندیشید. و تا روزی که در قید حیات بود، قانون ولایت فقیه تصویب نشد. پدر طالقانی در انتخابات مجلس خبرگان رأی اعتماد مردم را برای چندمین بار به دست آورد. او در برابر کسانی که معتقد بودند مجلس باید در انحصار آخوندها و مزدوران خمینی باشد می گفت: با همه اینها من معتقدم که باید در این مجلس همه گروه ها راه و ما تابع دستور قرآن و بشر الذین یتبعون الغوث و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این درس ماست، این مکتب ماست که حرف حسابی رو بشنوید. صاحب عقل هدایت یافته ها اینجوری هستن. این وسیله کمال انسانه حرف طرف حرف مخالف شنیده بشه
و بعدم بهترش گرفته بشه. در مجلس ما هم باید مخالفین بیان، اگر نیانم ما باید دعوتشون کنیم تا این حرفشون گفته بشه. طالقانی که پس از پیروزی انقلاب ریاست شورای انقلاب را هم داشت، اما می‌دید که ارتجاع با سرکوبگری‌هایش قصد ایجاد یک استبداد مذهبی را دارد، به شدت به خشم می‌آمد و درست در نقطه مقابل خمینی که می‌خواست به روش قرون وسطا حکومت مطلقه ولایت فقیه را حاکم کند، به قانون اساسی ناشی از مجلس منتخبان مردم معتقد بود. اصول اسلام پدر طالقانی همواره در هر جا از مجاهدین حمایت میکرد و اعلام پشتیبانی میکرد، بخصوص در نماز جمعه هایی که راه افتاد. مشخصا کمیته که تشکیل شد یک کمیته برگزاری نماز جمعه بود که اولین نماز جمعه در زمین چمن دانشگاه تهران راه اندازی کردیم. از طرف سازمان مأمور این مأموریت به دانشجویان مسلمان واگذار شد که اونجا یک کمیته برای برگزاری نماز جمعه پدر طالقانی تشکیل دادیم. در زمین چمن دانشگاه در هر جمعه این نماز برپا می شد که مشخصا در همین نماز جمعه ها بود که پدر طالقانی ضمن اعلام حمایت از مجاهدین صریحا در برابر ارتجاع و عمل کردش، به خصوص از ضرب و شتمی که مزدوران کمیته چی را انداخته بودند، موضع می گرفت و از مجاهدین پشتیبانی می کرد. در دستگیری اون موقع پسرش را هم مزدوران کمیته چی، مزدوران مرتجع خمینی دستگیر کرد. اینجا بود که طالقانی در اعتراض به همین دستگیری ها از جمله دستگیری پسرش تهران ترک کرد، به یک از باغات کرج رفت که اون موقع از طرف سازمان دانشجوهای هوادار سازمان مأموریت پیدا کردند که حدود 60 نفر از دانشجوها پیشش رفتیم برای اعلام حمایت از خود این حرکت طالقانی که در برابر ارتجاع و عملکردش ایستاده بود. پدر طالقانی به سرکوبگری های حزب جمهوری و حملات و هجوم های چماقداران رژیم خمینی اعتراض میکرد. چند ماه پس از انقلاب، در حالی که خمینی و آخوندها مرتباً علیه مجاهدین دروغ پردازی میکردند و چماقداران را علیه آنها و برای حمله به میتینگ هایشان اجیر و بسیج میکردند، پدر طالقانی مجاهدین و بنیانگذارانشان را شاگردان مؤمن و دلداده مکتب قرآن دانست و در پیامی به مناسبت چهارم خرداد، سال روز شهادت بنیانگذاران سازمان، ضمن تجلیل از آنها گفت: امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده ای که از خون پاک آنها پس از 7 سال سیلاب ها برخواسته، همانها که برای در هم کوبیدن شهر و بودها دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام می‌گیرد. و ما نبر منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. آنها شاگردان مؤمن و دلداده مکتب قرآن بودند، گوهرهایی بودند که در تاریکی درخشیدند. همین نژاد و این زادگان اسکرزاده، مشکین‌ها، ناصر صادق،
بعد از انقلاب که پاسداران خمینی ستادمون رو محاصره کرده بودن و تیرباراشون رو به سمت ستاد سازمان یعنی بنیاد علوی نشونه رفته بودن، پدر طالقانی به صحنه اومد و گریه کنان اونا رو شماتت میکرد که وای بر شما، سلاحاتون رو به سمت مجاهدین نشونه رفتید، و از اونا خواست که صحنه رو ترک کنن و برن از اونجا. در یکی از دیدارهایی که پدر طالقانی با برادر مسعود داشتن، خب صحبتهای زیادی شد، ولی تو یک نقطه پدر طالقانی گفتند که وقتی من این که شما باید شهادتین بگیم و این رو در نشریه مجاهد خوندم، میخواستم خون بگیرم. آخه شما که مسلمانان واقعی هستید، پس از انقلاب شما باید شهادتین بگیم. خب این رابطه و این شناختی بود که پدر از مسعود و از مجاهدین داشت. و از جمله میخوام بگم در همین رابطه نزدیک نکته بود این که خب هر وقت سازمان با مشکلاتی مواجه میشد از جانب رژیم، جهت مشورت و حل و فصل مسئله به منظر پدر میرفت. واقعا صحنه بسیار جالبی بود، هر دفعه اتفاق میافتاد. پدر مسعود که میرفت زنگو که میزد، آقای طالقانی از بالا پنجره نگاه میکرد، خیلی خوشحال میشد. از اون بالا با اون صدای گیراش که خب همه آشنا هستیم، گفت بازم که اومدیم، خیلی خوشحال بود. بعد میگفت خب بیاین تو، بیاین تو. واقعا همین صحنه رو که نگاه میکرد، آدم احساس میکرد پدر آینده خودش رو تو مسعود میدید. چه رابطه عجیب. شدت علاقه مردم به پدر طالقانی باعث می شد که گروه های بسیاری از مردم برای شنیدن خطبه های او در نماز جمعه شرکت کنند. این سلسله خطبه ها توسط مجاهدین به صورت کتابی چاپ شد. پس ما سه شعار داریم. چیست که این شعار را قبول نداشته باشه؟ نفی استعمار، نفی استبداد به هر صورت، نفی استثمار. انقدر مسئله قسط در ادیان و اسلام مهم است که کسانی که حتی با دین سر و کار ندارند، اگر صادقانه قیام به قسط کنند، قرآن از اونها تمجید کرد. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. اونهایی که کفر به آیات می‌ورزن، اونهایی که انبیا رو بدون حق می‌کشن، و اونهایی که آمرین به قصر می کشند، کسانی که واردن در تعبیرات قرآن، تکرار والذین یقتلون یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، متوجهند که یک گروه دیگری هستند، مردمی که ندای انبیا را نشنیدند یا نفهمیدند، قاصرن نه مقصرن. اگر در راه قسط حرکت کنن برای اقامه قسط، قاتلین اینها را قرآن در ردیف قاتلین انبیا قرار داد و هم به همه بشارت عذاب داد. این سهه صدر اسلامه. برادرها، فرزندان، مسلمانها، اسلام دارای سهه صدره.
اسلام دارای گذشت و چشم پوشی است. اسلام با تنگ نظری درست در نمی آید. روز 17 شهریور سال 58 پدر طالقانی آخرین خطبه نماز جمعه را در بهشت زهرا برگزار کرد. در همون روز او بر سر مزار بنیانگذاران مجاهدین نیز حاضر شد و یاد آنها را بزرگ داشت. صدها بار من گفتم که من مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی، حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، بدان که اینها مسئولی، بدانن که مسئولیت دارن، متکیه به شخص رهبر نباشن. ولی نه اینکه نکردن، میدانم چرا نکردن. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنن در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود، باید، شاید، یا اینکه میتوانند. نه، این اصل اسلامیه، یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحدها باید با هم مشورت کنند در کاری. امین فرمود من خبر در احیلی حلک اگه استبداد کنم در کاری حلا من چامرم به جام چامر که همزی عمونه، ولی من یک سیب دارم با یک نفر شما با دو نفر با ده نفر وقتی مشورت میکنم ده دین پیدا ده عقل به عقل خودم زمینه میکنم. چرا نمیشه؟ نمیشه. یعنی گروه های افرادی دستن در کار شاید اینطور تشکیل دادن اگه شورا باشه دیگه ما چی کار هستیم؟ شما هیچ، بری دنبال کاره. بذارید این مردم مسئولیت پیدا کنن. این مردم هن که کشته دادن، این هایی که اینجا خوابیدن از همین توده های جنوب شهر بودن. روز 19 شهریور 1358 پدر طالقانی، این روح بزرگ و راستین انقلاب ضد سلطنتی، پس از 40 سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان، از دامان پرمهر خلق به سوی ابدیت می‌کشید. موج بزرگ سوگی که سراسر کشور را در درگذشت طالقانی فرا گرفته بود، خشم و کین خمینی و مرتجعان را که پدر را مدافع مجاهدین و حامی آنها می‌دید برانگیخت. سردار شهید خلق موسی خیابانی درباره پدر طالقانی چنین گفت: ما هم پدر طالقانی را که در روزهای سخت در برابر ارتجاع غمخوار و پشتیبانمان بود از دست دادیم. پدر در مجموع بیش از همه به ما تعلق داشت. ما نوار صحبت‌های پدر را که در دیدارش با ما پس از آزادیمان از زندان ایراد کرده بود منتشر کردیم. پدر قبلا خودش گفته بود که فعلا یعنی در آن شرایط آن نوار را منتشر نکنیم، چون او می‌دانست که آن صحبت‌ها چقدر می‌تواند موجب خشم مرتجعین شود که پدر را همیشه به خاطر نزدیکیش به ما و حمایتش از ما ملامت و شماتت می کردند و برایش ایجاد ناراحتی می نمودند. و یادتون هست که بعدها خمینی در یکی از سخنرانی هایش که ظاهرن همون سخنرانی 4 تیر 59 بود از پدر طالقانی به عنوان آخوندی گول خورده یاد کرد، که منظورش این بود که پدر طالقانی از ما یعنی از مجاهدین خلق گول خورده بود.
میدونین بچه ها ما یتیم شدیم، بی پدر، بی زره و بی سپر. حالا معلم، رهبر و فرمانده ما به خاک افتاده. و به خدا پیوسته. کسی که یک عمر ما رو به ایمان و جهاد، به عقیده و جهاد ندا میداد. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگارا همانا که ما شنیدیم ندا دهنده ای رو که به ایمان ندا میداد و می گفت بگروید به پروردگارتان، بله او ندا دهنده ما بود، منادی ایمان، معلم قرآن. پس تعجبی نیست اگر مردم ما این چنین از شمال تا جنوب در ماتم فرو رفتند و بر سر و سینه می کوبند. بگذارید بگریند، همه بگریند. گریه کن دشت کویر، گریه کن بحر خزر، گریه کن جنگل سرخ، گریه کن مرد بلوچ. بگذار بگریم، بگذار بگریم، چون ابر در بهاران که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. و چرا که نگریم؟ دیگه چه کسی کلمه اسلام و کلمه قرآن رو در گوش ما زمزمه خواهد کرد؟ دیگه چه کسی از بچگی دستمون رو خواهد گرفت و پا به پا خواهد برد، راه رفتن خواهد آموخت و کلمه به کلمه رو در دهانمون خواهد گذاشت؟ کلمه اسلام، کلمه قرآن و کلمات مردمی. بعضی مرگ‌ها سبکن، مثل پرکاه. مرگ اونهایی که در غیر راه خدا و خلقند از این نوع مرگ هاست. اما بعضی مرگ ها خیلی سنگینند، به سنگینی کوه، به سنگینی دماوند، به سنگینی تمام سلسله جبال البرز. و این یکی از اونها بود. پیشوای خلق، پیشوای آزادی. ای یار بی پناهان، پشتیبان ضعیفان، مرد پیامبر تبار و پیامبر گونه، همون پیامبری و پیامبرانی که در دل شبهای تیره و تار حاملان شعله نورند. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك بأسبابك بحبل الشرف الأطول. بار خدایا درود بفرست بر راه نمای به جانب خودت در شبهای تیره شبترین و چنگ زننده به ریسمان خودت ریسمان‌های شرف بلندتری. درود بر طالقانی. راستی بچه‌ها چطور باور کنیم که بی پدر شدیم؟
آقای ما مرده؟ نه نه، مگه میشه همچین پدری بمیره؟ نه، مبادا به بچه ها، به بچه های همسایه ها و به کوچکترها بگیم پدر مرده. نه، بگیم رفته سفر، بگیم مسافرت، بگیم برمیگرده. کفش و عصا و سلاحش رو همونطوری دم در بگذاریم، حاضر و آماده. پدر طالقانی باز میگرده. اگر گفتن سفر پیش کی، بگیم پیش خدا. بگیم یا باز میگرده یا ما میریم پیشش. بله، از سفرش برامون سوغات هم خواهد آورد، سوغات وحدت، سوغات رحمت. اگر کسی پرسید کی میاد، بگین وقت بهار، بگین موقع لاله‌زار، وقتی لاله ها دوباره به گل نشستند، وقتی جوجه کبوترها و جوجه های پرستو دوباره پرک کشیدند. اگر باز هم پرسیدند کجا میشه دیدش و کجا میشه پیداش کرد، از اونجا که گفتیم روح مجسم انقلاب ما بود، بگین توی چشم سارها، اونجا که ماهی های سیاه کوچولو گستاخی میکنند و خلاف جریان شنا میکنند، اونجا میشه دیدش. در هر کجا که ابوذری هست و اعتراض، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر از نیام کشیده، در هر کجا که علیوار چهره راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست، وقتی که میخروشیم، میجنگیم و وقتی که میفهمیم.
صدها بار من گفتم مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی. حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینا شخصیت بده، بدانن که مسئولیت دارن، متکیه به شخص رهبر نباشن. ولی نه اینکه نکردن، میدانم چرا نکردن، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنم در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود، باید، شاید، یا اینکه میتوانند. نه، این اصل اسلامیه. علی فرمود من خبر در دهنی حلک، هر که استبداد کنم در کارهای خلاص. چرا نمیشه؟ نمیشه. یعنی گروه های افرادی دستن در کار شاید این طور تشکیل دادن، اگه شورا باشه دیگه ما چی کاره هستیم؟ شما هیچ، برید دنبال کاره. پیام آتشه.